مرکزی بی نام و نشان، دروازه‌ای که برای یک روز از سوی ده‌ها شهروند خشمگین بسته شد. آرامشی پس از هیاهو. حالا روزانه ده‌ها نفر به این مرکز در خیرخانه سر می‌زنند تا شناسنامه الکترونیک به دست بیاورند. بیشتر از مناطق دورتر. هزاران فرم داده می‌شود، اما تنها تعداد اندکی برگشتانده می‌شود. مردم هنوز چشم انتظارند تا سران حکومت از جدال بر سر شناسنامه‌ها دست بکشند. اما و اگرهای قانونی هم توزیع این سند ملی را کند کرده. قانون ثبت احوال نفوذ 7 سال سرگردان بود. در میدان جدال همه، مردم عادی، نمایندگان، حتی سران حکومت. رئیس جمهوری پا پیش می گذارد، اما شریک 50%ش پا را عقب می کشد. اول این مشروعیت نداره، این تصمیم اصلا از اساس، از بنا، هر نام عنوان را که می مانیم بالایش، این مشروعیت نداره. قانون اخذ مالیات از خدمات مخابراتی، قانونی که دو قوه مقننه و مجریه را رو در رو قرار داده، سندی که مجلس رد کرد اما دولت به اجرا گذاشت. اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید در عرصه قانونگذاری مجلس ضعیف عمل کرده، ضعفی که از دید بسیاری نقطه قوت ارگ بوده. عدم آگاهی از یک طرف، دوم تابع بودن یک تعداد از نمایندگان مجلس از طرف دیگر، و مداخلات زیرکانه حکومت موجب شده که اینا نتونن از صلاحیت های خود استفاده کنن. این وضعیت موجب از این شده که حکومت به آسانی بتونه شورای ملی در مجموع دور بزنه و فرامین تقنینی خلاف صراحت ماده 79 قانون اساسی افغانستان صادر بکنه. دور 16 مجلس نمایندگان افغانستان 3 سال بیشتر از آنچه که قانون پیش بینی کرده بود عمر کرد. در 8 سال گذشته در این تالار صدها سند تقنینی تصویب و یا رد شد. در مقابل انتقاداتی که در عرصه قانونگذاری مجلس وجود دارد، نماینده های مجلس میگن که این کار برای آنها هم بدون چالش نبوده. قانونگذاری یک پروسه تخصصی است. افرادی که متخصص در این عرصه نیستند، طبیعی است که قانون را عیبناک تصویب میکنند و مطالعه میکنند. عدم حضور یک تعداد از وکلای مجلس که در بسا اوقات مانع تکمیل نصاب میشدند، دیدی ایدئولوژیک به یک سری از قوانین که این هم به جای خودش یک مسئله بوده است. قانون منع خشونت علیه زنان هم حامی کافی در این مجلس پیدا نکرد. بحثی که جرقه‌اش 8 سال پیش زده شده بود. اما قانون امتیازات ویژه اعضای مجلس به سرعت از تصویب گذشت، با وجود اعتراضات گسترده مردمی. عمر این مجلس با تمام چالش‌هایی که در درون با خود داشت به پایانش نزدیک می شود. قانونی که برای ورود در آن هیچ معیاری برای سواد وجود ندارد. سکوت قانونی که ضعف در قانونگذاری را به عنوان یک میراث از مجلس دیروز به امروز و به زودی به مجلس فردا خواهد سپرد. زینب محمدی، BBC، کابل.